حواشی و اتفاقات و تصاویر مراسم خاکسپاری پردیس افکاری با حضور هنرمندان و خانواده و دوستداران این هنرمند قدیمی در قطعه هنرمندان تهران. با ما همراه باشید، یه مرور این مراسم رو انجام میدیم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. خب ساعتی پیش پیکر پردیس افکاری، بازیگر قدیمی کشورمون، با همراهی دوستان و همکاران قدیمیش توی یه صبح سرد زمستانی و برفی تهران در کنار مقبره مهری ودادیان بازیگر قدیمی به خاک سپرده شد. مراسم تشییع پیکر و خاک سپاری این بازیگر صبح امروز دوشنبه 7 اسفند ماه در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران برگزار شد. توی این مراسم مجید جعفری کارگردان تئاتر که در چندین نمایش با پردیس افکاری همکاری داشته در سخنرانی درباره این هنرمند گفت: سخن گفتن از عزیزی که از دنیا رفته بسیار سخت است، به خصوص پردیس افکاری که ستاره درخشانی در هنر ایران بود. اون با اشاره به اولین همکاری خود و پردیس افکاری یادآور شد که 40 سال پیش پردیس از طرف خانواده به من معرفی شد. او آنچنان فعال و درخشان بود که در اولین همکاری نقش اول نمایش رو به اون واگذار کردم و آنگونه دختری خوشکلام از یک خانواده فرهنگی بود. همان روزها ورود یک ستاره درخشان رو به هنر ایران نوید داده بود و در این مدت تلاش بسیاری کرد. جعفری با ابراز تأسف در مورد پردیس افکاری ادامه داد: وقتی اون لحظات رو با هم مرور میکنم اصلا باورم نمیشه که امروز آمدم تا پردیس رو به خاک بسپارم. نمیدونم چه بدبختی است که گریبان مان رو گرفته. هنوز یک دوست رو به خاک نسپرده ایم، باید عزیز دیگری رو بدرقه کنیم، آن هم کسانی که میتوانستن همچنان به کار و فعالیت ادامه بدن. همیشه آرزو داشتم که باز او رو به روی صحنه ببینم، ولی متاسفانه پرپر شد. حیف شد. این رسم خیلی بدی است و شاید رسم دیگری باید، نمیدونم، ولی این رسم نه پایدار است و نه مناسب. برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی و برای اون عزیزان آرزوی غفران دارم. در ادامه این مراسم محسن شایانفر با یادآوری اولین ورود افکاری به سینما افزود: اعتماد به نفس اون بسیار جالب توجه بود و صراحت لهجهش ویژگی اصلی کار اون بود. خیلی حرفه‌ای بود و اصلا شبیه بازیگرای تازه کار نبود. متاسفانه بعد از بازی در فیلم قلاده‌های طلا مانند برخی دیگر از همکارانش منزوی شد و از اون خبری نداشتیم تا اخیراً که ماجرای بیماریش معلوم شد و متاسفانه خیلی دیر شد. بعد از این صحبت‌ها نسرین نکیسا بازیگر قدیمی هم به نمایندگی از گروه تئاتر اتاق شماره 25 دانشگاه هنر و معماری متنی رو به یاد پردیس افکاری خوند و از این همکلاسی و دوست قدیمیش یاد کرد. بعد از اون حامد نصرآبادی هنرمند پانتومیم و یکی دیگه از همکلاسی‌های پردیس افکاری توضیح داد که همکلاسی‌های این گروه برای ایرانی آباد 25 نهال به یاد او می‌کاریم. در ادامه مراسم هم علی دهکردی مدیر عامل خانه سینما با تسلیت از سوی این تشکل صنفی به مناسبت درگذشت پردیس افکاری گفت: امان از این زود رفتن‌های تلخ و غم‌انگیز برای ستاره‌هایی که منتظر شروع فصل تازه از فعالیت‌هاشون بودیم، اما اجل فرصت اونها رو نداد. امروز روزی تلخ است که دو عزیز هنرمند سینما و تلویزیون، پردیس افکاری و استاد پرویز ربیعی، هنرمند با سابقه دوبله، رو به خاک می‌سپاریم. دهکردی از مرکز هنرهای نمایشی و معاونت هنری و وحید لک قدردانی کرد و افسود: تکرار نام پردیس تا ابد تکرار هنر بازیگری خواهد بود. بعد از این صحبت‌ها محمد نجفی همسر پردیس افکاری و کارگردان قدیمی هم با قدردانی از حاضرینی که در این هوای سرد و برفی به مراسم خاکسپاری این بازیگر اومدن با صدایی بغض‌آلود گفت: قرار ما این نبود و قرار ما این بود که با هم باشیم و کار کنیم. من 8 سال کنار پردیس بودم و ما عاشقانه یکدیگر را دوست داشتیم و می‌خواستیم با هم کار بکنیم. لحظه‌ای نبود کنار من باشد و به فکر من نباشد. تمام قصه‌های مرا می‌خورد ولی قصه‌هایش را هیچ وقت به من نمی‌گفت. اون در ادامه دو پیام از خواهر و خواهرزاده افکاری رو که امکان حضور در این مراسم رو نداشتن خوند و بخشی از مطالبی رو که پردیس افکاری برای ایران نوشته بود ارائه کرد. افکاری در دل نوشته‌ای که چند روز قبل برای
روز سینما نوشته بود، آورده بود در زمان ترک دنیا باید چیزی ارزشمند به یاد کار بگذاریم. دلم میخواد وقتی دوستانم از من یاد میکنن بگوین یادش خوش، پردیس همیشه هوای ما رو داشت و همیشه ما رو شاد میکرد و هرگز از تلخیها و غم و غصه هایش چیزی نمیگفت. دلم میخواد به یاد خنده هایم اشکهایشان به خنده تبدیل شد و خوش و خرم و روزگار رو بگذرونن و زندگی بکنن. اون همچنین مطلب دیگر رو هم از افکاری در مورد مادرش خوند که متن احساسی و غم‌انگیزی بودش. این مراسم به کوشش خانه سینمای ایران، مرکز هنرهای نمایشی، انجمن هنرهای نمایشی، مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر و مؤسسه هنرمندان مهرآفرین برگزار شد و پیکر پردیس افکاری در کنار مهری ودادیان و در همسایگی فریماه فرجامی و میهن شهابی به خاک سپرده شد. مجلس ختم این بازیگر توسط همین حامیان و گروه ها روز پنجشنبه 10 اسفند در مسجد الرضا واقع در میدان نیلوفر رأس ساعت 16:30 برگزار میشه. پردیس افکاری متولد 6 اردیبهشت ماه 42 بود و 3 اسفند ماه 1402 در سن 60 سالگی از دنیا رفت. در کارهای سینمایی زیادی از جمله فیلم شاخه های بید، 50 روز التهاب، قلاده های طلا و ده‌ها فیلم و سریال دیگه ایفای نقش کرده بود. اون بعد از فیلم قلاده های طلا یه مقدار منزوی شد و توسط خیلی از همکاراش و کارگردان های معروف یه جورایی بایکوت شد و مجبور شدش که برای ادامه گذران زندگی به پاسخ شبکه جم ترکیه جواب مثبت بده و در اواسط دهه 90 به ترکیه رفت و توی چندین فیلم و سریال توی شبکه جم تیوی ایفای نقش کرد. اون بعد از کشف حجاب و ایفای نقش در جم تیوی توسط ارگانهای مختلف ممنوع کار و ممنوع فعالیت شد و بعد از بازگشتش از جم هم نتونستی که فعالیت‌های هنریش رو ادامه بده. افکاری از مدت ها پیش دچار سرطان کبد بود. به گفته همسرش محمد نجفی از زمان تشخیص سرطان تا زمان مرگ پردیس کمتر از 1 هفته گذشت. مراحل درمان بیماریش هم متاسفانه نتیجه نداد و ایشون در غروب 3 اسفند ما از دنیا رفت. افکاری در سالهای اخیر به آموزش بازیگری هم مشغول بودش. اون از سال 88 تا 93 در مدرسه آزاد فیلمسازی مسعود کیمیایی به عنوان استاد بازیگری به آموزش هنرجویان مشغول بود. اون یکی از باسابقه های تئاتر بود و حتی سابقه حضور در برنامه های عروسکی رو هم در کارنامه خودش داشت. امیدواریم که روح این هنرمند شاد و در آرامش باشه. حتما نظراتتون رو بر ما تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.